جامعه افغانستانی های استرالیا میزبان صدای داوود سرخوش، یکی از هنرمندان پرطرفدار موسیقی افغانستان هست. داوود سرخوش در تور استرالیا اش در تمام شهرهای بزرگ این کشور آهنگ های نو و ترانه های عاشقانه ای از آلبوم های مختلفش را اجرا نمود. اما در این میان حضور او در شهر زیبای ملبورن نه تنها برای فارسی زبان ها که برای تمام مردم شهر محسوس تر هست. یکی از زیباترین سالون های این شهر برای این کنسرت انتخاب شده است. ملبورنی ها با حضور گسترده در مراسم شب بیادماندنی را رقم زدند. آقای سرخوش در ابتدای کنسرت اعلام نمود که با شاعران و ترانه سرایان خوب کشور دوستی عمیقی دارد و ماحصل این دوستی شعر و موسیقی دلنشینی بود که علاقمندان صدایش را به وجد آورد. کنسرت ملبورن با آهنگ پریجو و رقص دختران نوجوان مقیم این شهر آغاز شد. داوود سرخوش ترانه معروف سرزمین من را اجرا کرد، از پرنده های مهاجر یاد کرد و راه های به همراه صنوبر و زلیخا را زمزمه نمود. آهنگ دختران بایسکل سوار را برای عدالت خواهان خواند. به یاد قربانیان دهمزنگ یاری جانی را مویه نمود. این آهنگ یادآور تعهد دیرین این هنرمند برای مردم بی صدایی بود که سالهاست فریادشان در گلو مانده، صدایی که همیشه در راه آرمانهای حق طلبانه مردمش بلند بوده است، باز هم فریاد شد. روزگار صدای سرخوش تنها امید دلهای زنگار گرفته مردمی بود که ناامیدی و یأس بر کوهپایه‌های بابا و هندوکش سایه افگنده بود. ورود فرهاد دریا در این کنسرت نیز با استقبال پرشور مردم روبرو شد. خوشامدگویی سرخوش به دریا مردم را به هیجان آورد و با کف زدن‌های ممتد دو هنرمند را تشویق نمودند. مهمترین زبان رسا در عرصه انتقال فرهنگ موسیقی و موزیک و داوود سرخوش واقعا وقتی ما میگیم که فقط یک هنرمند نیه، به این خاطر که داوود خودش یک تاریخ نه؟ برای از ما و برای کلی دماتنا بسیار شب خوش بود و ما در کنسرت‌های داوود جان سرخوش ما زیاد شرکت کردیم و امشب استثناء بودن. استقبالی که امشب از این کنسرت شده بی نظیر بود. در سالهای پیش هم البته ما شاهد بودیم، ولی امسال چیزی دیگه هم. یک کنسرت بسیار منظم و با یک خواننده معروف و مشهور، مسلماً یک کنسرت خوب و همگی راضی است و ما بسیار خوشحال هستم به کنسرت هستم و جای افتخار است برای ما که به کنسرت داوود سرخوش حضور دارم. تور استرالیا به همت مؤسسه فرهنگی هنری باران ترتیب داده شده است. به گفته این مدیر برنامه های آقای سرخوش، استقبال مردم این بار کم نظیر بوده است. شخصیت استاد داوود سرخوش و بزرگی که این هنرمند ما داره برای من انگیزه داد که من یک مقداری تخصصی تر و حرفه‌ای تر وارد از کار شویم. این بود که تا باران انترتینمنت به وجود آمد. همکاری مردم، همدلی مردم بسیار زیبا بوده. اگرم موفقیتی را که من بتونم از او بیان بکنم، اما شعور مردم ماست، اما همدلی مردم ما، اما زیبایی که میاین در برنامه میشینن گوش میکنن، اینمی بزرگترین دستاوردیه که ما میتونیم مثلا از این تو مثال بزنیم. مؤسسه فرهنگ هنری باران در استرالیا رسمی راجستر است، حمایت دولت را ما داریم با خود و شاید بگم تنها نهادی رسمی راجستر شده در استرالیا هست که ما به هر حال به همه هنرمندا احترام داریم، دوست داریم و طبعا برنامه های گسترده تر انشاءالله در آینده پیش روی داریم و من فکر میکنم که انشاءالله خبرهای خوبی دیگر هم در آینده خواهیم داشت.
و داود سرخوش در اولویت کاری ما بوده تا اینجای کار، ولی باران تایمن انشالله از این بعد میتونه همکاری های بهتر و خوبتر با دیگه هنرمندان افغانستان هم داشته باشه. تمام هنرمندان چی در اینجا هستند، در خارج هستند، در افغانستان هستند، ما انشالله تماس هایی داشتیم، تماس میگیریم و امیدواریم بتونیم باز هم لحظات خوش را برای مردم در استرالیا حداقل به وجود بیاریم. بانو عرفانی شاعر معاصر کشور نیست در ضیافت ملبورن که به مناسبت خوشامدگویی از آقای سرخوش برگزار شده بود، یکی از مجموعه اشعارش را به خوانش گرفت. سازت را بردار دستمال سرخی را که از بام انداخته بودم، دور گردنت بپیچ و برایم آوازی بخوان که دل در سینه دختران کوهستان آرام نگذارد. اختتامیه تورهای استرالیای داوود سرخوش در شهر فستیوال‌ها شهر آدلاید برگزار شد. برنامه خاطر انگیز هم برای مردم و هم برای خود هنرمند بود. در این برنامه داوود سرخوش از موفقیت آمیز بودن تور استرالیا یاد کرد و گفت این بار مردم را متفاوت با گذشته یافتند. و در قسمت از برنامهش دو هنرمند آوازخوان جوان زیا ساحل و طاهر خاوری را نیز به مردم معرفی نمود. همه چیز خیلی عالی بود، کیفیت آهنگا، نظمی که در سالن حاکم بود و استقبالی که دوستانم شما از این کنسرت کرده بود. یعنی مردم به یک آگاهی رسیدن که فرهنگ حضور در کنسرت پیدا کردن، میان میشینن، به هنر احترام میگذارن، به هنرمند احترام میگذارن و بسیار با شوق گوش میکنن. بیشترین آهنگ ها با یک پیام و حامل یک نوع فکر، یک ایده و یک نظر خاص بود که از ویژگی های بسیار ممتاز کنسرت آقای سرخوش است. هدف انترتینمنت نبود بسیار زیاد، هدف بیشتری بود که از طریق موسیقی با مخاطب ارتباط برقرار شد و ارتباط یک پیوند فرهنگی را، یک عالم را، یک آرمان را هم بازگو بکنه. مردم این شهر خوشبخت است که یک بار دیگر حضور استاد سرخوش را تجربه میکنند. استاد سرخوش واقعا جایگاه بسیار خاص بر مردم ما داره، جایگاه خاص بر خود ما داره. من قلبا یعنی عاشق صدایشان هستم، عاشق کرکتری که اونا دارن، خلاصه هم و پرسنلیتی که اونا دارن. آهنگ را که برای دهمزن خواندن، من با همه وجودم امو دردها را من احساس کردم. دیگه یک خلاصه یک مومنت بود، یک وقت بود که من احساس کردم من اونمون جدم و چوک ده مزنگ هستم. من امو درد مردم ها را مثل که تماشانم، اونمو را من احساس کردم با همه وجودم. خبرها گفت از آمار شهیدان، خبرها گفت زخمی ها زیادن، خبرها گفت پر پر روی میدان، چه گلهایی که در چنگال بادن بادن. و اما جایگاه دنبوره در آهنگهای آقای سرخوش. آلات موسیقی در دنیا بسیار زیاد است، همه عمومی فکر میکنن، من فقط دنبوره را میبینم که تفاوتش همین است که چند میلیون آدم خاص به دنبوره فکر میکنن. درسته؟ نه، همین دنبوره. و من به عنوان یک فرد به دنبوره خاص فکر میکنم، رفیقم است. و دنبوره را امکان نداره برای من دنبوره را ترک کنم. گرچه من آلات موسیقی دیگر هم بلد شدیم، یاد گرفتم، نه جایگاه دنبوره نمیگیره. دنبوره چیزی است برای من، دنبوره بسیار خاص است، چنانچه برای چند میلیون دیگه مثل من دنبوره خاص است و این خوشبختی دنبوره هست و من خوشبختی خودم میدونم که هر دقیقه وسیله را یاد گرفتم. و دیدگاه آقای سرخوش در مورد تور 2016 استرالیا. استرالیا این بار چیزی که نشان میداد ای بود که مردم شنونده شدن و اینا با دقت گوش میکنه و این کار را دشوار میسازه. یعنی دشوار به این خاطر که
طرفی که میخوای برنامه را انجام بده، حالا که خودمم بودم، خودمم باشم، معنیش این میشه که باید از دقت لازم کار گرفته شه و به انتخاب ها خوب دقت شوند و مردم دیگه صرفا به بهانه اینکه ما میخوایم کنسرت بروم، نه، راضی هستم اینا میایین که خوب کار چیکار کردن، اینا چی میخواین بگین، آهنگشون چی هست، حتی حرکاتش ما رو زیر نظر داره، پیشنهاداتش آدم میشنوه، انتقاداتش رو میشنوه. اونایی که بسیار باجا هست انتقادش و پیشنهادش نظراتشون، اونا به عنوان یک دستمایه این بار با خودم میبرم که اتفاقا این چیز بوده اینجا. تفاوت بسیار جدی که این بار داشت همیشه شنونده بودن خوب و آرامش مردم در سالن کنسرت بود. برداشته که تا حال در اکثریت تقریبا 90% کنسرت ها بوده این بوده که وقتی وارد سالن کنسرت میشه دیگه رقص است و زدن است و آهنگای ریتمیک بخونه، نه من اون چیزی ندیدم این بار. مردم آدم بسیار آرام نشستن، خوب نشستن، به زمانش کف زدن، هنرمندا را اجازه داد که بنوازن، مرا اجازه داد که بخونم و دیگه از اون شلوغای خیلی که همه چیز به هم میرخت از اونها خبر نیست. و من فکر میکنم که هیچ هنرمندی این آرزو رو نداره که برای همه چیز به هم برزه، برای از اینکه مثلا تعریف شوه که برنامه ها پر از هایهو بود، نه. این چیز ممنون از تمام استرالیایی ها که امبر در برنامه های شرکت داشتن، بسیار راضی از این نقطش. تفاوت دوم اینه که عموما توفه برای شما یا عطر میته کسی، یا یک دسته گل میته، یا هرچی از این قبل. ولی توفه های این بار استرالیا بسیار فرق داشت. بریم ما تا حال توفه هایی که دریافت کردیم 99.9% اتفاقا کتاب است، یادداشت ها است و شعرهایی که خیلی پخته کارن، شعرهایی که تازه شروع کردن، شعرهای از اونا بود، چند تا مجله که اینجا هست اونا را از اونا دریافت کردیم. این برای ما نمیگم که امیدوار کننده بود، که حتما امیدوار کننده بود به این سطح رشد مردمه و تفاوت برخورد مردمه و کیفیت در این شهره درست این بار ترسیم میکرد. این محسوس است، اینا رو میتونستم ببینیم این بار، این بار بشنوم ازشان. اینا یه دو تا تفاوت به هر حال جمع تفاوت‌های خرد و بزرگی دیگه ای، اما برای بای دو تاش بسیار زیاد با اهمیت بود. بسیار زیاد با اهمیت است. بله، دو تفاوت وجود داشت. آقای سرخوش در ضیافتی که از طرف دانشگاهیان شهر آدلاید برگزار شده بود نیز شرکت نمود. وی از حضور پررنگ دانشجویان در دانشگاه‌های استرالیا ابراز خوشی نمود و بعد از پاسخ به سوال‌های دانشجویان حضور آنها را در جامعه نوپای افغانستانی در استرالیا امیدوار کننده خواند. امروز افغان پروفشنز استرالیا که به نام APA یا افغانای مسلکی استرالیا هستیم، ما آقای سرخوش را دعوت کرده بودیم تا اینجا بیاین و با مسلکی ها، با پروفشنال ها و با دانشجویان یک دیدار و صحبت داشته باشه. من خودم شخصا داوود را بسیار زیاد دوست دارم، نه تنها فقط به خاطر آوازخانیش، بلکه به خاطر امو شخصیتی که خودش است، باورهایی که داره و اینکه سر باورهایش بسیار مستحکم هم است. قرآنی مجیدی آیا آیا دلم بسیار دیداری تو مایا، دلم بسیار دیداری تو مایا، اگر از منت مردم نترسم به دنبال تو آیم مثل سایه، به دنبال تو آیم مثل سایه.